دوست عزیزی که به چینل سفی و رجا میبینین ما را بینین دست. رستورانت ما اولین رستورانت بود در اسکیشهر افتتاح شد یا آغاز شد که 3 سال است ما در اینجا مجددا دوباره شروع کردین و واقعیت هر محفل خوشی داشته باشن ما انشالله با همراهشان در پهلویشان قرار داریم. مگه دال پایتی چی میاد به کار؟ گوشت گوسفند نان تندوری بیا. کنسرت ما انشالله بخیر به یاری خداوند در روز یا در شب اول سال نو برگزار میشه که در این محفل ما دو هنرمند محبوب خود داریم که دیج هنرنمایی میکنن. یکی خانم سارا هستن که یک هنرمند محبوب ایرانی است. بسیار به اسم خانم سارا اونا است و با آقای مومن که هنرمند محبوب خود اسکیشهر ما هستند در این اسکیشهر هنرنمایی میکنند. به نام خداوند مهربان، دوستان عزیز عرض سلام دارم خدمت تمام شما خوبانی که بیننده ما هستین و امروز ما در جای آمدیم که باز هم رستورانت افغانی هست. افغانان ما کار ایجاد کردن، شغل ایجاد کردن و رستوران دارن، کارفرمایی میکنن و امروز ما آمدیم میخواییم اینجا هم به شما برنامه داشته باشیم. شما دوستانی که در اسکیشهر هستین و شما خوبانی که در اسکی شهر ترکیه زندگی میکنین، میخوایم بیشتر و بیشتر معرفی بکنیم با رستورانت افغانی. گرچه همه دوستان میشناسن جناب ناصری صاحبه، جناب استاده و همچنان موقعیت خود رستورانت میفهمن، ولی باز هم ما یک برنامه داریم که میخوایم با شما شریک بسازیم این برنامه را و گفته های بیشتر از پیش ناصری صاحب میخوایم در این مورد امروز با شما شریک بسازیم. ناصری صاحب سلام خدمت شما، میشه خودم معرفی بکنین به دوستان ما؟ سلامت باشین. سلام عرض دارم خدمت تمام شما دوست عزیزی که در چینل سفیولا جان میبینین ما را بیننده هستین و شخصا به خود سفیولا جان سلامت باشین. لطف کردین امروز قدم رنج فرمودن در کلبه وایرانه یا کلبه قریبانی ما تشریف آوردن، ازشون قدردانی میکنیم، سپاسگزاری میکنیم. قسمی که میفهمیم ملک و دارایی و ثروت همه چیز مال خداوند است. ما و شما یک امانتکار هستیم در دنیا، خوشو به حال کسی که امانتکار درست باشه در دنیا. دیگه قسمی که دوستان تا اندازه میفهمن رستورانت ما اولین رستورانت بود در اسکیشهر افتتاح شد یا آغاز شد که 3 سال است ما در اینجا فعالیت داریم و در ابتدا ما خود دوستان میفهمه که آدرس رستورانت ما در اتاتورک لیسسی است. بله بله. رستورانت با دکان پهلویی بود که ما گرفته بودیم در سال فکر کنم 2020 بود که در ابتدا 2020 ما او را گرفتیم و مدت تقریبا 8 ماه یک سال در اوج فعالیت کردیم. بسیار خوب. باز نظر به تقاضا و طلب دوستای ما که تشریف می آوردن مکان بر ما خرد بود.
مجبور شدیم که مکان خود را بزرگتر بسازیم و دکان پلوی را بگیریم که در هم منزل پایین داریم، منزل تحتانی با جای خانوادگی و بله. خواهرای ما که میآیند مثلا میگه ما میخوایم یک مکانی باشه که آرامش داشته باشیم، آرام بخش باشه، و مغازه خود بخریم. منزل تحتانی ما با سیاسرا و خوفام فامیلی است. منزل بالای ما دوستایی که در اینجا میخواین که مثلا غذا صرف بکنن، تشریف بیارن، هم از قبیل افغان آقایان و خواهران، یعنی هر کسی که بخواسته باشن، هم منزل پایین و هم منزل بالای ما در اینجا استفاده کرده میتونن. نگفته نمانیم که منزل پایین ما در حدود 300 متر مربع است بله. و منزل بالای ما در حدود 190 متر مربع است که مثلا ما عموما در اینجا جشنهای تولد و جشنهای چیز ازدواج، سالگرد ازدواج و دیگه شیرینی خوری، حتی ما عروسی ها را ما در اینجا برگزار میکنیم. در حدود 200 نفر گنجایش داره منزل پایین. بله دیگه مدت بسیار کم میشد که متاسفانه رستوران ما در اثر یا سبب بعضی مشکلات دولتی یا ورقی که داشت، ما ورقش از نزد ما یا یکی از دوستای ما که چند وقتی فعالیت کرده بودن باشون تسلیم کرده بودم، ورقش از پیشش مفقود کردیده بود. بنابرای او دیگه تا ای که دوباره ورقش گرفتیم مدت یک دو ماه فکر کنیم که بسته بود در بازی. بله. ما دوست زیاد زنگ می زدن، تماس می گرفتن. باز خدا رو شکر یک مکان دیگه ما داشتیم، عموما در اوجه تشریف می آوردن. بله. و فعلا ای که ورقش دوباره تکمیل شد، ما گرفتیم و دروازش شکر برای هموطن ما باز کردیم. این خانه کلی و خانه مجموعی و اجتماعی افغانای ما در اسکیشهر است. دقیقاً دقیقاً. که زیاد شکر الحمدلله میآیند، رفت آمد دارن و خیلی هم ما ازشون خرسند هستیم، خیلی هم اونا از ما خرسند هستن. بنابرای او یک رابطه بسیار خوبه یا رابطه فامیلی با کل مشتری ما که در اینجا هستن داریم و دیگه اونام خیر ببینن، ما را هیچ وقت تنها نگذاشتن. سلامت باشین ناصری صاحب، خودتان یادآوری کردین دقیقاً. و ما خودم هم همچنان در این حدود 3 سال که در اسکیشهر ترکیه زندگی میکنم بیاد دارم که اولین رستوران و اولین جایی را که آماده کردین شما بودین که افتتاح کردین، آماده کردین، و فعلا هم دوستان دیگر ما هم رستوران دارن و شما هم خوشحال دهی هستیم که دوباره پس کار آغاز کردین، مجددا دوباره شروع کردین و واقعیت این فضای کار شما و فضای محیط و ماحول و کارایی که شما میکنین واقعیت خوش ما هم آمد و دوستان و افغانان ما که میان راضی هم هستن. ممنون از شما، سلامت باشین. بین که با استاد هم صحبت بکنیم که اینا هم خدا بر ما معرفی بکنن، بر بیننده هم معرفی بکنن. استاد به نام خداوند مهربان، اسم عبدالستار حمیدی، از ولایت کابل می باشم. مدت یک هفته قدر میشه که بخیر مدیریت همی هتل و دست دارم. از جناب با جناب رئیس همکاری داریم و در دوکان به حساب کاروبار. بسیار خوب، بسیار خوب دیگه. انشالله که موفقیت های بیشتر داشته باشین. سلامت باشین و خیر باشین دیگه. در کلبه غریبانه ما شکر الحمدلله غذای افغانی هر چیزی هست و با در نظر داشت از اینکه مثال ما غذای سه وقت برای دوستا میتونیم تهیه کنیم. بله. در پهلوی از این میتونیم که با دوستا همکار باشیم، به خاطر محفل های شیرینی خوری داشته باشن، حتی عروسی باشه. بله. و هر محفل خوشی داشته باشن، ما انشالله به همراهشان در پهلویشان قرار داریم. سلامت باشین. خودم مدیریت امی هتل هست که پیش میبرم و در ضمن غذاهایی که ما داریم از نگاه غذای افغانی ما پلاو است، قابلی پلاو است. بله. زرشک پلاو داریم، پاچه پلاو داریم و جوس میوه که به حساب چهار فصل جوانا زیاد علاقه مند جوس میوه هم هستن میخورن. ولی چون که زیادتر برادرای ما که جمعن به حساب ورزشکارا میباشن از حساب جوس بابی ها اینا زیاد تقاضا دارن. نگفته نمانه که خود پاچه پلاوتان و خود پاچه هم جزی از امو غذای حساب میشه که ورزشکارا استفاده میکنن. بسیار خوب، بسیار خوب و خوشحال هستیم که همچون غذاهای وطن خود ما در رستوران های شما آماده میکنین و هم افغانان ما میدانند که غذاهای هر کشور دیگه
لذت خود داره ولی هیچ کدامش به غذاهای وطنی خود ما نمیرسد. میگه که میگه دال پایتی چی میاد به کار؟ گوشت گوسفند نان تندوری بیا. نان تندوری واقعیت همون نان تندوری خود ما و شما که در افغانستان بود من در جای پیدا نکردم در کشورهای بیگانه. واقعیت است چون که غذای ما و شما اموها با هوای افغانستان یک خوشایند است و حتی همی غذایش که از لذتش همگی برخوردار هستند. چون که در زمانهایی که به حساب در زمان 2002 2003 بعضی از دوستا که از خارج می آمدن چون که بسیار وقت در خارج تیر کرده که می آمدن می گفتم حالا ما همین غذایی را که در کابل می خوریم همین غذای افغانی ما در اروپا نیست. در اروپا ما می دید دیگه گرچه باز ما با هوای ترکیه هم فضل مرحمت خدا نسبتا به آب هوای افغانستان یکسان است و همین لذت افغانی را همی جام دارن. همی جام دارن دقیقاً. تشکر استاد، سلامت باشین. از شما سلامت باشین. از شما هم تشکر جان، سپاس که شما ما را همکاری کردیم، ما را با ما هم صحبت شدیم. سلامت ناصری صاحب، یک چیزی که زیاد توجه ما و توجه همه دوستانی که در رستوران شما می جلب میکنه او همین تصویر است که شما نقاشی کردین. بین در مورد از این صحبت بکنین که چطور تصمیم گرفته که تصویر رسامی بکنین و یک تصویر هست که گفته ما و شما در دل چنگ میزنم این تصویر. در اخیر صفی جان عزیز، وقتی ما رستوران افغانی میگیم باید امو کلچر افغانی هم در بینش داشته باشیم که یکی از کلچرها یا امی چیزی که در بین مردم رایج است عموما در بین تمامی اراضی افغانستان بله. امی بسکشی است بله. که یکی از عبادات فرهنگی افغانستان یاد میشه. ما هم به خاطر از اینکه چون رستوران افغانستان است، افغانی است و مکان افغان های ما و شما است و همه افغان های ما و شما در تجمع دارن، ما هم یک نمادی را در نظر گرفتیم که خواستم امی دیوال ما را اگر بتانیم یک عکس یا رسامی بسکشی را بندازیم، یعنی رسامی بکنیم که با کمک و یاری یا امو شایستگی و لیاقت استاد بزرگوار استاد حمید مجید که یکی از استاد بسیار برجسته ماست در اسکیشر. برای علاوه از اینکه ما با ایران براتون بگویم که واقعا اسکیشر یک شهری است که ما خیلی از دوستای فرهنگی و اجتماعی دیجه داریم که یکی از اونا استاد امید مجید است که دستشان درد نکنه همیشه بله یادگار با ما میمونه و واقعا خیلی زحمت کشیدن در حدود مدت طولانی که یک مار فکر کنم در نظر گرفته بودن وقتی که بیکار بودن می آمدن سر زمین زحمت می کشیدن و در آخر زحماتشان همون چه یک آثاری را به ما جا گذاشتن که واقعا همیشه وقتی می بینیم یاد از اون لحظه ها و دقایق و ثانیه هایی که داشتن رسایی می کردن و این را تمام کردن می افتیم و هر کسی از دوستام که می آید واقعا وقتی که می بینم به مو فضا یا محیطی که در افغانستان بوده و به مو فکر که مثلا در افغانستان خودم با رفتن با مرزش بسکشی و اینا تنوع میداده اما تنوع رو دوباره پس میگیره و جان میته برخواد. واقعا و جا داره از استاد بزرگوار که این زحمت ها رو کشیده و رسامی بکنه سپاسگزاری بکنیم. انشالله با بیننده وعده میکنیم در یکی از برنامه ها میریم پیش اونا و از اونا هم یک مصاحبه و یک گزارش میداشته باشیم. و تشکر از شما ناصری صاحب به خاطر از اینکه به خاطر نگه داشتن فرهنگ افغانی خود ما چون در ملک بیگانه هستیم ولی باز هم امو فرهنگ امو عنعنات و امو چیزایی را که ما در افغانستان داریم شما در اینجا آماده کردین. ممنونتان. زنده باشین، سلامت باشین. و ناصری صاحب ناگفته نمونه، شما یک گفتین یک کنسرتم در راه دارین. بله میشه در مورد از اون صحبت بکنین چون بینندهایی که میبینن با خبر باشن که کنسرت چگونه هست، در کدام تاریخ برگزار میشه که آماده شون بخیر برای کنسرت. کنسرت ما انشالله بخیر به یاری خداوند در روز یا در شب اول سال نو برگزار میشه که به تاریخ ترکیه 20 میشه، یعنی در تاریخ 20 امی ما بله کنسرت ما انشالله بخیر آغاز میشه. و دیگه ای که ما هدف ما از گرفتن از کنسرت یا مرام ما ای بود چون در یک سال کاری که دوستای ما در اینجا هستن، جوانای ما در اینجا هستن، افغانای ما که در اسکشر زندگی میکنن
واقعا ما خودم میبینم، چون هم ما رئیس درنک افغانستان در اسکیشهر و هم با مردم بسیار در ارتباط هستم، خصوصا در داخل رستوران ما وقتی که میایم ما میبینیم که بسیار مردم زحمتکش داریم دقیق. و در طول یک سالی که ما هست کار میکنن، بسیار با شرایط سخت و کاری کار میکنن، انشاءات است یعنی تعمیرسازی و تعمیراتی دیگه، زمینداری است، گاوداری است، با می شکل هزارها شرکت های دیگه هستن کار میکنن. بنابراین ناصری صاحب ببخشید گپتانم قطع کردم، دقیقا گپ خوب را یادآوری کردین. افغانان ما که در اینجا زندگی میکنن واقعا که کارهای سخت را انجام میدن. من هم شاهد هستم، شما هم شاهد هستین که سخت ترین کارهایی را که خود ترکا تا انجام نمیتن، ولی باز هم می افغانای ما او را میرن به خوبی انجام میتن. واقعیت بر از امو ایده اشخاص هایی که زحمت میکشن، خواستین که این سال نو را و این روز را که شما جشن گرفتین میخواین که یک لبخند برشان ایجاد کنید. بله بله، بعد از یک مدت طولانی زحمت و کار و خستگی خواستیم که شبی را برگزار بکنیم که هم بهانه بر دیدن دید و بازدید هم دیگرشان شوه و هم یک بهانه شوه که لبخند بر لباشون بیاد. گرچه لبخند ما یک لبخند چند دقیقه یا چند ساعتی است، اما باز هم اینمی چند ساعت که در اوجا لبخند میزنن و کنار هم هستن، ما چیز زیر دارم، فکر زیر دارم یا هدف زیر دارم که شاید خستگی های یک ماهشان از وجودشان کمتر باشه. کمتر شوه. تشکر ناصری صاحب، زنده باشین از اینکه در فکر همچون برنامه ها و در فکر افغانان هستین که میخواین لبخند برشان ایجاد بکنین و میخواین خستگیشان رفع شوه. و ناصری صاحب در مورد رستوران صحبت بکنیم که حدود چقدر مهمان شما در این جا دارین در این صحن، و قبلا که گفتین 200 نفر در پایین میتونین آماده بسازین، و در مورد از این که محفلایی که اگر ختم قرآن عظیم شان باشه، عروسی باشه یا سالگرد باشه در اینجا برگزار میشه، یا بیشتر حتی میتونن سفارش غذا را از شما بتن ولی در خانه بگیرن آمادگی برنامه‌های خود مردم؟ سوال بسیار خوبی کردیم. هر کس مثلا فعلا ذاتی از دوستای ما در خانه میگیرن، اما متاسفانه یک مشکل ما و شما در ترکیه داریم بله. اگر متوجهش باشیم، در این اواخر ترکا یا امی دولت ترکیه یا مردم ترکیه یک اندازه اساسیت ها را در مقابل افغان ها و اتباع خارجی دارن بله بله. تا چهار نفر میمان میه در پشت دروازه نفر تق تق میشه که چی گپ است، چرا یکقدر شما مثلا شلوغ کاری میکنید، چرا میمون زیاد داریم؟ بله بنا به او من عموما ترجیح میتونم به دوستای ما، چون موقعیت خوبی است و همه گی میتونه مثلا در اینجا تشریف بیاره و جای شناخته شده است، مکان بزرگ است. ما از طریق چینل شما به دوستای ما میگم محافل ختم، محافل قرآن شریف، محافلی که مثلا در او دین و پیغمبر و عبادت در او باشه، ما مثل برادر هیچ نوع کدام مبلغ ازشان تقاضا نداریم. بله مکان خودشان است، چون همه ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم و این فرض کلی ما و شما میشه که در همچون مسائل یا مسائل دینی سهم بگیریم. بنابراین منزل پایین منزلی است که بر تمامی افغان ماست. کسی که قسم گفتم بله ختم خیرات دارن و جان دارن، بله جان دارن، میتونه بدون پرداخت کدام از این منزل پایین ما استفاده بکنه. بسیار خوب، بسیار. از لحاظ غذایی ما میتونیم که در حدود 500 نفر هم غذا داریم جواب داده کنیم، و در ضمن از او ما هتل عروسی هم داریم. هتل عروسی هم است در دست ما فعلا که اگر ما دیگه گنجایش نداشته باشیم بر اروتل مثلا به محافل خوشی و عروسی و اینا، بله باز میتونیم که غذای خود در اینجا آماده بکنیم یا در اروتل خود آماده بکنیم در اونجا میبریم. یعنی ما در کل براتون بگیم که غذاهای محفل و غذاهای عروسی و غذاهای بعضی چیزهای دیگر هم در بیرون سفارش دادیم، هم در داخل ما میتونیم پذیرایی بکنیم. سلامت باشین ناصری صاحب و دوستان عزیز که شمایی که در اسکیشهر زندگی میکنین، پس خاطرتان جمع باشه از اینکه جا ندارین، از اینکه اگر در خانه محفل میگیرین و تعداد مهمانانتان زیاد است رسیدگی نمیشه. ناصری صاحب در خدمت است، همه موارد ذکر کردن، پیش ناصری صاحب بیاین انشاءالله همه چیز حل میشه. زنده باشین ناصری صاحب. و درباره کنسرت که گفتین برای ما که تاریخ 20 بله و شب سال نو ما و شما بله، نگفتنمون یک نقطه را که ما در این برنامه خود
ما میخواستیم که بعض دوستای دیگه خودم دعوت بکنیم که اینا را گذاشتیم در شب عید رمضان بخیر، اگر خواست خواه بود که یک محفل بزرگتر از میگیریم که همگانی باشه. بله، در این محفل ما دو هنرمند محبوب خود داریم که دیجا هنرنمایی میکنن. یکی خانم سارا هستن که یک هنرمند محبوب ایرانی است بسیار به اسم خانم سارا اونا است، و با آقای مومن که هنرمند محبوب خود اسکیشهر ما هستن، در این اسکیشهر هنرنمایی میکنن، دوست بسیار نزدیک ما است. دیگر این دوست ما را گفتیم، یعنی دو دوست ما در شب سال نو ان شاء الله بخیر هنرنمایی میکنن، دوستان متعلق باشن و تیکت هایشون هم وقتی کسی که مگه میخواین بگیرن و به دست بیارن میتونن از این محیط بیاین و از رستوران به دست بیارن که ان شاء الله بخیر در سالن تشریف داشته باشن. بسیار خوب، بسیار خوب. دوستان عزیز، شما ان شاء الله بیننده برنامه سال نو هم از چینل ما میباشین که ما براتون آماده میکنیم و سپاسگزاری میکنیم از ناصری صاحب و سپاسگزاری میکنیم از استاد عزیز که زحمت زیاد کشیدن و این برنامه را آماده کردن. ممنون از شما دوستا، شما با ما باشین تا لحظات بعد میریم پیش آشپز با اونها هم صحبتای می داشته باشیم. دوستان عزیز، بیاین بخیر که آمدیم در داخل آشپزخانه و اینجا ببینیم که استاد آشپز ما چی کارا میکنه و امروز چی پخته میکنن. استاد سلام. سلام، خوب هستین؟ خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ تشکر، زنده باشین. سلامت، زنده باشین. شما میشه برام خود معرفی بکنه؟ اسمم محمد عزیز. شما چقدر وقت میشه که مصروف آشپزی هستین؟ ما دیگه تقریبا مدت 30 سال میشه که آشپزی میکنم. ماشاءالله 30 سال یک عمر است. 30 سال آشپزی کردین. 30 سال آشپزی کردم. و چقدر وقت میشه که اینجا اومدین ترکیه؟ ترکیه دیگه تقریبا 5 سال. 5 سال. یعنی در افغانستان آشپزی کردین؟ بله، افغانستان. بسیار خوب استاد. در کدام شهر افغانستان بودی؟ کدام ولایت؟ من از کابل هستم. ماشاءالله از کابل خودم هستی. بله. دوستان عزیز، من یک تا کابلی دیگر هم پیدا کردم. خوب است که اینا آشپز هم است و از این بعد بخیر کابلی پیش کابلی میاد ان شاء الله. استاد برمایی رو که مصروف چی کار هستی؟ فعلا مصروف فعلا نیستم که دیگه دم میتیم بخیر. امروز آمادگی چی رو داری فعلا؟ داری دیگه کابلی رو داریم دیگه فعلا. کابلی من زیاد وقت تا نمیگیرم. بله. خودت آماده کو. بله. برای چی تعداد نفر کفایت میکنه این کابلی؟ به تعداد 50-60 نفر هم میشه. 50-60 نفر. چند کیلو است حدودا؟ حدودا دیگه یک 10 کیلو. 10 کیلو. بسیار خوب. مصروف خودت مصروف نمیسازم با خود، میتونی به دیگه خود برسی. انشالله دوستا شما بیننده تصاویر باشین، من قسمت های مختلف از کارهای استاد برتان به نمایش میگیرم، بس با ما باشین. استاد برمایی رو بگو که در قابلی چی چیزا لازم است؟ همین مواد لازمی، همین دیگر که آماده کردی چی چیزا لازم بود؟ یک کس اول روغن مفته. بله. بعد روغن سرش پیاز مفته. پیاز ما کسر شد گوش خودم من دادیم، بعد از گوشت دیگر دردک هم من دادیم، کشمش هم من دادیم، سرش برنج هم من دادیم، دیگر آیش هم میدنیم دم بخورم. برای چه وقت دم میتی یا نظر به برنج است؟ نظر دیگر به برنج با یک ساعت یا نیم ساعت دیگر برنج باید دم بخورم. بیا انشالله میبینیم بخیر. دوستا شما با ما باشین که ببینیم استاد چگونه یک برنج امروز آماده میکنه. زنده و سلام استاد. این مساله چی بود کنده؟ این دیگه زیره پلو است. زیره پلو است که مزهش بیشتر کنه. بله. استاد بیا بر ما ایره بگو که کدام چیزها رو، کدام غذاها رو آماده میکنی دیری آشپزخانه شما؟ دیگه برای چاشت قابلی داریم، کباب داریم، کباب شامی داریم، جوجه کباب داریم، زرش پلاو، پاچه پلاو داریم، قرار برای چاشت آماده میکنم. و قرار است که ماه روزه هم نزدیک است و بر ماه روزه چی آمادگی هایی داریم؟ ماه رمضان بخیر دیگه بروری داریم، سمبوسه داریم، دیگه کباب داریم که اینا رو برای افطاری آماده میکنیم. افطاری آماده میکنیم. بسیار خوب، بسیار خوب. دوستان عزیز، شما بیننده هستین و شمایی که تشریف میارین، استاد برتان یاد کرد که غذای افغانی، همه غذا رو برتان گفت، همچنان در ماه رمضان آماده میکنن، فعلا آماده میکنن. تشکر استاد، سلامت باشی، وقتت نمیگیرم، مشتریات منتظر است
کبابشان رو برشان آماده. کال کباب نسوزانی استاد. استاد دیگ بخیر آماده شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به 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 به، یک بو خوشبوی بسیار خوب. اینا چی گفته میشه؟ ملون گفته میشه؟ مایچه گفته میشه. این هم قابلی امروز که استاد آماده کرده. استاد چرا می چیزا را در پایین دیگ قرار میدین؟ به خاطر که دم بخوره بسیار دیگ ما باز مزه دار میشنه. خب ما به خاطر که دمیزه دفن شوه که به خاطر که بستان دیگ ما مزه دار میشه و بسیار خوب. به به، اصل چیزا حال برآمده. اصل چیزا حال برآمده. اولیست که دیگه هر کس بخوره دیگه یکی دیگه رنگ روخش تازه میشه. رنگ روخش تازه میشه با این قابلی ها؟ با این قابلی دیگه. این هم دیگه قابلی ها که قابلی دیگه لحسان دیگه در کلی شما نیست. دقیقا مرا خوشم آمد که اینه با دوستام تصویر گرفتم. دوستام میتونن ببینن و شاید دلشان آب شوه با این قابلی، ولی چاره نداریم. پیش ما نیستن که برشان میآوردیم. دوستان عزیز، رسیدیم بخیر به قسمت نانخوری و غذا خوردن و استاد دستش درد نکنه، خودت لالا جان دستان درد نکنه و ای لالای ما که در اینجا زحمت کشیدن. امروز زیاد کار هم کردین، مانده هم بودین، باز هم زحمت کشیدین. سلامت باشین، تشکری میکنیم از شما و از خودتان تشکر. خواهش میکنم بدر نوش جانتان. زنده باشین، سلامت باشین. استاد از خودتان تشکر. زنده و سلامت باشی، خیر بینید دیگه. انشالله که طرف قابلی که میبینیم خامیاله میگه که بیاید دیگه مرا بخو میگه نمیاله. لال جان تشکر از خودتان. زنده باشین. زنده باشی، همچنان آمده این. سلامت، تشکر. و ناصری صاحب خواه کار داشتن، مصروفیت هایش زیاد بود. رستوران دیگه شان صاحب بخاطر همی محفلی که بخیر دارن پیش رو به حساب همی سال نو بخیر یک محفل گرفتن، یک کنسرت گرفتن که بخیر بخاطر از اون کاروبار از اون بخیر او شرسته میکنه که امون را برا کنن. یه خیر باشه ناصری صاحب، انشاءالله سلامت باشه، هر جایی باشه موفق باشه. شروع بکنین بخیر، ما و شما هم شروع میکنیم با غذا خوردن. خود دوستان عزیز، جای شما خالی و تا قسمت های بعدی، تا برنامه های بعدی شما را هم به خداوند می سپارم. اوقات خوش و کامگار باشید. خداحافظ.